من چند سری سال من در یک چیز آمدم که این رژیمی که در تاجیکستان مستحکم شد، این رژیم غیر از راه انقلاب دیگر خیلی نمی روید. بسیار طرفدارای مهاجرای هستیم که با هم متحد شدیم، چی در روسیه باشیم، چی در اروپا، چی در امریکا، و ما هم فکر عقیده‌های خودمون داریم. این برادر دعوش که گروه 24 هدف دارد و یک خیل از راهبرانش تجارتکار بودن دیگر دیگر. این هم ما یک همچی یک مهاجر بگیم داخل شدیم، قطعی برادر صحبت کنیم که من میفهمم همه احساسات و فکر و یا شاون نکیم خیلی که یک ما یا یک شما نمیتونه همه مهاجر را باشه. میلیون مهاجر است، در اینجا میلیون آدم حالی جمع نشده است. این یک کمش ما هم بگیم یک بسیار طرفدارای مهاجرای هستیم که با هم متحد شدیم، چی در روسیه باشیم، چی در اروپا، چی در امریکا، و ما هم فکر عقیده‌های خودمون داریم. و وقتی که ما هم یک خیل اعلان میکنم از نام یک گروه مهاجر میکنم، ما هم حق دارم که با گپ و سوال های شما کم ترک جواب بتم. برادر عزیز خیلی خوب، این گپ هایی که گروه 24 حرکت سیاسی یا که نهضت پیمان ملی و یا حرکت ها و پارتی های سیاسی هستند، اگر اینا به هدف باشند از بدن یا سود نمیشید. یعنی که در 21 عصر در سیاست باید شما علاقه بفهمید. از گفتهاتون معلوم است که آدمی میخوندگی هم هستید. آخر او گروه سیاسی هدف نداشته باشد، سود بدنی در گروه بدنش چی میشود؟ بله. سلام آقا چید. آقا احمد شما دید. سلام علیکم و رحمت الله. حتما هدف دارد. یک لحظه فقط. یک لحظه. و ما مهاجره و ما مهاجره. ما اگه اون کسا نمیگیم فقط اتای گروه اپشتی گروه 24 برای اپشتی نازد برای اپشتی هیچ کنار اینا. فرض کردیم از پس هیچ کنار از پس یک دیگری اختم برین یک بار. ما هم مهاجریم. ما هم چی از آبای شما میکشین؟ ما هم همه از آبا را کشیدگیم. و از وقتی خولگی یا که مسخره بازی این برنامه ها تشکیل نمی شوند و ما اشتراک این میگه معرکه ها پروستا تک نمی شیم، ای بکاری مونه نمی شیم. یعنی که ظلمی امام علی رحمانوف آشکار شده گیه، هم از طرف اسلامی میتونم بفهمانم قطعتون بس کنم، من طرف دنیاوی که چش پوشیدن با ظلمی آشکارا یک احمقی بشه. خب چی گفتن یعنی؟ در گفته های برادر احمد کریم زاده چی گفتن یعنی؟ برادر احمد کریم خوش آمدید برادران. سلام علیکم و رحمت الله برگرد. حالی مشکل در چیز اکه احمد؟ حالی مشکل در اون است که مهاجر از اول همیشه مشقت بود. کسی پشت سر مهاجر چیخلی امروز میگن که انا سفر و اینو چی فایده و چی؟ هیچ مهاجر بیچاره خودش ای اول تیاخش در دستش، عرباش در دستش، خودش زندگیش بردست یکه تا به حضیره. کسی منفعتش نفایدش با مهاجر رسیدگی نه به تازیره، فقط مهاجر دارد، خالق دارد، الله دارد، رازق دارد، تمام. این چی عذاب چی مشقت میکشه اینا بیان میگیریم. همین قبل بیزنس میتو که در همین بگیم بدن همین جودا بله بیچاره عزیز ندوستان 13 ساخته طور سر اینا رو گفت همش قرار فرتان برفتن که بهتری خدمت همین تاجرا کرده گیرن در سوزون همین سال جنگ شهروندی بچورو ایکیم جوری اسکوار میکردن بار میوردن در توستان قرض نسیت و پول میدادن خلقا خلقا با پو خزوندن به امر الله. اما متاسفانه همین روز خیلی بچورو فعالیت کاریشون نشید، طوری سرشون سخت گریشی بچورو پرتوستان برفتن. اما مسئله در سر مهاجر رفت است که مهاجر بچورو را چرا که اینها تا همین زمانی که مقصد اینا چی نهزدیش باشد چی 24 باشد یا صداش قد شد چه خیلی مهاجر فیادش رسید برای چی؟ دیگه تو نیستن که همین قد جمعیت متحد هم بین اکا اکا احمد وقتی که مهاجر باشی برادرم گوش کن، وقتی یک مهاجر بیچاره را کار میزنن میمرد چی میشود؟ باور اکا فقط همین مهاجر را پول میپرده، یا که یک کمبغل در تاجیکستان چی میشود؟ در یک بلاگر چی میپرده؟ در حال همین مهاجر را پول میپرده. بله برادر، یا گروش کفری یا حکمتش کفری هیچ کنه میفرده که بازم های مهاجر بیچاره اکنومی که تاجیکستان قبیده گیه با اومده ای پشت اینی دو گروه دیگرش بستوپاد کرده است که
شما ای خیکنی او خیکنی ای خلقی موجی من شما را همچون برادر بس یک لحظه یک لحظه حالی پیغام تا پیش از اینکه به خلقی مهاجر بمانی حاضر شما صحبت این خیلی رفت آهسته آهسته آمدی و وقتی گفتی که مثل که ما مردم مهاجر سوی استفاده کرده استیم یعنی مردم مهاجر فریب کرده استیم مردم مهاجر در یکان جو برده در یکان بطلاق داخته استیم این راه ما راهی است که این راه هر کس آمده نمیتونه و ما میگیم که راه حل همین است که باید ما قیام بکنیم و از حقوق خودمان دفاع کنیم او کسی که میخواه بیایه مرحمت کسی که نمیخواه نیایه مرحمت اون باز رفتی که گشتی اومدی گفتی که خب بهترین وقت وقتی رحمانوف هست رحمانوف نبود که مردم مجبوران سهمیه کشید گرفت برادران از مردم مهاجر یک طرف ما از داخل شهروندهای داخل تاجیکستان مجبوران سهمیه را گروه 24 گرفت یا که رحمانوف گرفت خب تمام ما اگر از مردم بگیم که کمک بکنین ما مجبور کسی را نمیکنیم و راه ما راه هست که به خاطر آخر منفعتش به خاطر تمام خلق و ملت میرسد اگر همین مردم آزادی خواه فقط صبر کن منتظر باش اگر مردم آزادی خواه در گفته هاشون در قولشون صادق بمانند بروند بالاخره هدف ما از بین بردن ظلم است و هدف ما از بین بردن ناعدالتی است برپا کردن یک جامعه مردم سالار است اگر امروز مراجعت ما به مردم میکنیم ما حق داریم به خاطر که ما کار کرده شدیم که به خاطر منفعت مردم مهاجر هم هستند و ما مراجعت به مردم میکنیم که چرا که ما خواجه های خارجی نداریم ما همون مردم هستیم باز به همون مردم مراجعت میکنیم اما کسی مجبور نمیکنه اونا را اون کسی که از مردم پول میستونه تا امروز از گایی سر کرده تا سهمیه و تا همش از یک دیوار نگ سر کرده تا رحمانوف همش در رژیم رحمانوف این در گروه 24 نیست بعدن اون کسی که در گروه 24 بود مالدار بود پولدار بود هر چی که بود اون یک انسان صاحبکار شخصی بود یگان وظیفه در حکومت نداشت حاجی عمر بعدن اون از مال خودش اگر دفاع کنه آیا این شرعا خطا هست یا قانونا خطا هست یا که یک شهروند میخیزه از او دفاع میکنه آیا ایر خدا معن کرده است نه او به خاطر مالش خستگی است از مالش دفاع میکنه آیا عرض مسلمان مال مسلمان خون مسلمان برای ما و شما فرض نیست که از او حمایت بکنیم اینها دینی و غیر از او قانون دنیوی هم اجازه میده برای ما که وقتی که در یک جایی که میبینی که دزدی هست ناعدالتی هست باید بخیزی اون انسان هم مالش فرزندهای رحمانوف یا که دامادهای رحمانوف مجبور گرفتگی است بعد از او چندین کسای دیگر گرفتگی هستند این دیگر مردم قوت اصلا در دست مردم است از همین خاطر ما بیشتر مراجعت به مردم میکنیم اون هم مردم گفته ملت گفته فریب میکنه در کردی ما چی میگم الو سلام آگوشی تموم کردی؟ بفرمو سلام آگوشی برادر مشکل در سر اینه برادرم که بله وقتی که تو انسان گروسنه نماند به قدر گروسنه نمیرسد تو پیاده نشود به قدر پیاده نمیرسد خب امروز مهاجر اول همی خیلی عذاب داشت نکه متاسفانه این عذاب در سر مهاجر بست این عذاب در سر مهاجر کی آورده بود؟ این عذاب در سر مهاجر از اول عذاب داشت آیا این عذاب در سر مهاجر گروه 24 آورد یا که یگان آزادی خواه آوردک رحمانوف آورد؟ بله رحمانوف آورده است خب از وقتی از دین گاو میزنی من اصاب مصیبت الا باذن الله برای کی ببین 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 ما اصاب می مصیبت الا باذن الله همین است خب الا باذن الله تمام صبر کن صبر کن صبر کن ما اصاب من مصیبت بیست 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 ما اصاب من مصیبت الا باذن الله خب تمام گپ در این است که هر چیزی که از طرف خدا میه اون از خدا میه اون از طرف خدا است خب خیلی خوب خدا میگه که خب یهدی من یشاء و یضل من یشاء پروردگار هدایت میکنه هر کسی را که بخواهد و گمراه میکنه هر کسی را که بخواهد اینم از جانب خداوند است بله بله. خب پس اینه که خدا هدایتش کرده است از جانب خداوند بده است پس اونه که خدا گمراهش کرده است اوش هم خدا گمراهش کرده است چرا مجازاتش میکنن او را خدا خودش گمراهش کرده گیا چرا مجازاتش میکنن پس نظر به آیه 23 سوره نور سوره انبیاء که الله تبارک و تعالی میپرسد میگه که
از الله پرسیده نمی شود که چرا، اما از بنده پرسیده می شود. ببین از سوال اون طرف نره. ببین مادامی که تو به این عقیده است که هر اون چیزی که از جانب پروردگار است، ببین یک دقیقه فقط منتظر شو. من مادامی که دینی که گذشتم من برای تو بگم، ما اصابا من مصیبت الا باذن الله، این یک قاعده کلی است، شکی نیست در این. یک برگ درخت هم بدون اجازت پروردگار در زمین نمیغلطه. یک آدم روی زینا میروه، اونم به اجازت پروردگار نمیروه. همین خلاص است، درست است. کجا میروه؟ یک آدم روی زینا میروه، دیسکوتک میروه، آیا خدا از این با خبر نیست؟ الله تبارک و تعالی من عمل صالحا فلنفسه و من اسف علیه و ربک بغلب. درست، تمام. اون دیگر گپ است، اون مساله دیگر گپ است. مادامی که ببین، صبر کن اون مساله. هر کی عمل بد کرد بخشش کرد، الله ظلم کننده نیست. الله نفس ظلم رو بر نفس خود حرام نمونده که یکی از صفات های سلبی است که الله بر نفس خود و بر نفس مادوش حرام کرده. بس اون مساله فهمیدم. خب هر چیزی که بالای انسان میآید اون از جانب خداوند است، بد باشه خوب باشه از جانب خداوند است. یک انسان رفت دزدی کرد، قپیدنش گرفتن دست شبریدن، اون از جانب خداوند است. همین خیر است؟ نه، خطا کردی. باز همین از چرا این را انکار میکنی؟ اراده کاری و اراده شرعی چرا انکار میکنی این را؟ مادامی که ما اصابا من مصیبت، اون مصیبت از جانب پروردگار نیومده است. بس اکا، اراده کاری اراده شرعی چیست؟ ببین یک دقیقه، شما از سوال نگریزین، شما صبر کنین. من نگرفتم، شما در پیش گفتگو گپ زدم. شما صبر کنین، مادامی که ما شما ببینین، موضوع اون طرف نره. شما گفتین که این مصیبتی که در بالای مردم مهاجر است، این مشکلات رحمانوف آوردگی است، وضعیتی که امروز در تاجیکستان است، فضای سیاسی، جای کاری نبودن، این را باید کی با این را از بین ببره؟ کی با جای کاری تشکیل کنه؟ بس من در همجا برات بگم، بس در همجا برات بگم، الله یبسط رزق لمن یشاء و یقدر. یکم، الله تبارک و تعالی هر کی بخواد روزش فراخ میکنه، هر کی بخواد کم میکنه. یه مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر چی به سرت میآید بگو قدر الله و ما شاء فعل، از تقدیرت بگو وابستگی داره. دوم مثلا، دوم مثلا این است که بس در زمانی وقت فقری میگوی، ناداری میگوی، کمبغلی میگوی، برادران در زمانی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم کمبغل بود، وای بود. در تاجیکستان میگوی بیکاری، میگوی نه برادرم، شما نمیشه که یه برادر ببرد اجا باید که من 4000 سامان کار میکنم و سه من برادرای دارم در تاجیکستان سوار شکار میکنن، سیونی 4000 سامان آیلک میگنن کار میکنن. و آدمای هستن که گوش کن برادرم، آدمای هستن که کار ندارن، نمیشه که او برادر بگیم نه تو دروغ میگوی کار، ولی راست میگه. اون طرفش که کار داره کار کدسته اوشم گپش توغریه، اونش که کار نداره کار نکسته اوشم توغریه، هر دوش توغریه. این گپ دو نمیره واد برادران. خب فهمیدی؟ دیگر وقتی که از برادرای حالا روش که هر انسان فراخ کرده که برادر مهاجر بخشش ما اسم تو نام نگرفتم کمتر اک صبر کنین. این مسئله دینی ای همه وقت اسلام کامل شده گه، این آیه قرآن ای که اسلام کامل شده گه و این مسئله دینی ده همه ده جواب هست و انشالله ما داخلی برنامه شدیم که از شما فکر شما را نسبتی امی ما از این مشکلی که مهاجرا دارن چی خیل ببراییم، آیا گروه 24 یا پیمان ملی یا دیگر شخصای الهیده مهاجرا را به گفت شما میگین که گویا با منفعت های خود استفاده میبرن، پیشکا کرده استن در شخمد نداسکا گویا و دیگرش. ما از این مشکلی هم چون مهاجر چی خیل ببریم، ما چی خیل انتخاب خمون اکنیم، ما با کدام راه باید بریم که از این مشکلی ها ببریم. مشکلی ها عیشان ما باید از پسی آن شویم، که از این مشکلی ها چی خیل ببریم. من فکر شخصی بگم، همچون یک مهاجر من هم چند سری سال، من یکم روز دویم روز نیست در کارم، من چند سری سال من در یک چیز آمدم که این رژیمی که در تاجیکستان مستحکم شد، این رژیم غیر از راه انقلاب دیگر خیلی نمی روه. احمد هم جنگتا کن دوام که 1400 سال پیش حال و حال چیدن به ما و شما هم بله بس همین جنگتا کن اکرم شما این چیز ها بمانه، ما حاضی مشکلی سیاسی داریم. اگر اسلام سخن بکنیم
اسلام خودش به ما اوجه علاکه 1400 سال پیش آموختگی دولت سازی را بهترین دولت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ساخته. ایدئولوژی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که این دنیا دو تا امپریای بزرگ مسلمان ها را دیدن، خلیفات ها را دیدن. و این چیزا را ما میتونیم ساعتاش قطعی افشاد سکن، این یک فنومنه. هزارها کتاب نوشته اگن در باره ای که اسلام چی خیل ریلیگ چی خیل تونیست بگیم امپریا ساز شوه، این امپریا ساختن و امپریا عثمانی ها هم همون چیزا نشان داد. یعنی که چیزایی حالا واز شده ما تاجیکستانی کوچک که بعدی نزویسیم قریب 30 سال شد، این هم ما نزویسیم داییم 30 سال شد که یک اویله یک دولت حکمرانی میکنه، همه دشمناشون ها نیست کردن، کسی را تونستن زندان کردن، کسی را تونستن کشتن، کسی را تونستن ای وطن به وطن کردن. ما همچه یک مهاجر سوال میکنم برای چی وقتی که همه پرابلماشون را حل کردن چی را سببش چیه که وطن پیش نمیره؟ برای چی ما همچه یک مهاجر خطیه به ما اوچیرات دبغالتم؟ این پنج سال پس زوادی ماشین تیار میشوه اوپل یا که اگه ماشین نمیسی که تاجیکا دوست میدارن، این حکمت رفت دگوار کرد، بعدی 500 صد هزار کارگر در کره در دو تا پرپریت کلون او چیر نومات هنراتون رو نویسین، نام نویس کنه این مهاجیر ها شما وطن برمیگرده. خیلی مهاجیر ها صد ها هزار هم همیجا. ما گفته شما برادری که مهاجیری که زنگ زده است در واتساپ گفته یک دول درمادگیش گفت که ما پل روی نکنیم اکنامیکا با کن میزنه انا میره خطان که پریکرست همه دانیم با پلی مای سوده وطن. ما گفته استمی حکمت زسلوگاش چیه؟ خب او پلی مهاجرا را گرفته لبه کس را از خود کرده میتونه. ها خی مکتب سختن، ها سه چهار تا زدنی سختن. ما گفته استیم که 30 سال آینده چی خیلی میشوه؟ اول ما را خد عقل ببرویم بگن که 5 سال آینده چی میشوه. شما گشت این مردم را در گوشاش زده که بعدی شما اخدای شما اخدای فقط صبر کنین بشینین. اسلام با مردم وقتی که دعوت میکنین یک قاعده و قانون داره. شما نمیتونین فکرای مذکوری قط بگه معنوی سرتون قطی شما اسلام با تو بتین خیلی کار نمیکنه ای چیز ده. یک هر شخص باید دین شب بدونه چیه، دین دینداریش چیه. اگر ما در برای دین گپ زنیم و علاکه با جهت دین دینی ما را پایمال کردن از سال 2008 2009 شما میگین بچه ها را موندن رفتن بخونن، بچه ها را هیچ کنه موندن، بچه ها رفتن زده زده آوردن شون قدر هزار ها آدم و تبلیغی گفته شنوندن. اگان تا شما پرسیدگین هم تبلیغی ها کی بدن بچه ها؟ بچه ها تاجیک هموطن های اختون بدن. ما تاجیک ها همه خیلی ما تا خمون را کسات سنه کنن خمون را کر کور میگیریم خواه واری میگردیم نکیم با این مسئله نمیشه سلافی را چوه به وطن کردن. با بچه های که سلافی بودن حاضر در اروپا و در امریکا پناهندگی میگیرن، هیچ که تروریست شون نمیگن نمیشنونن شون آزادان ها در این دولت ها زندگی میکنن که این دولت ها خطان میدونن یکم و چیرد بازیدی تروریزم ها و تاجیکستان تروریزم میگه پل میگیره و حلوال کرده است با بحنه تروریزم. تاجیک تروریست اه نداشت و دسته هزاری که ایقا اخمقا رفتن همو سپسلوژبای تاجیکستان خچون تایور کردن سو مثل نقطی دیگر سپسلوژبای دنیا ای کارا کردن. بیاین دوری بعد از مسئله نریم، نه خیلی سوالا بسیار های ما باید بین این سوالا جواب بیاویم. فرق نداره گروه 24 قطی ما هم هدف میشوه، پیمانی میلیش میشوه یا اگام شخص الهیده میشوه، همه ما باید یک هدف داشته باشیم. هدف همینه که رژیم از بین بردن. دویم هدف مثل یعنی با درجه ای رژیم ما چی میتونیم پیشنهاد کرده؟ مردمی که حاضر امروز برنامه ها کرده استیان کم کم با مردم فهمانده استیان که چی خیلی برنامه ها دارن. یعنی که هیچ کس در چشم مهاجر خاک نپوشانده است که اینا تمام از انقلاب شما پگه همه شما کک نده زندگی میکنین. این ده سال ها بیس سال ها زحمت ها در 30 سالی که قدر اینا جزیر کردن در داخل وطن شما بفهمین کم ترک اگر آگاهی باشین ای قرض ها و او برق تاجیک یک خالدینگی بگیم ناسیونال ملی های میلیون ها دلار اینالاق قرض داره همو پل گجا شیدگه نمیدونن ای مردم پل سویتا میکشن کگ نده میگیرم. یعنی که با زمیستان سویتا گجای مدیریت میکنن افغانستان و دیگر جا بفروشن با چی خیل برقی تایی قرض داشته چی با دزاره نمیقپن. ما میگیم که
بین آشکار وقتی که دوزها را ناموش آشکار میگیریم حد اقل نشان بتن چخل به طبق قانون همی را وای میکنن حل میکنن همی مسئولو را نکیم نکردن در ایسی سو نکردن فقط یا گپای پشوا داریم انانمی چی داریم خیش کنه خدا صبر کنین همش جانیب خدا های سر نبردارین گپ نزنین شوی این مردم یک چی را شما قبول کنین که همه یک خیلی فکر کرده نمیتونه یا که همه نمیخوارنگی من نمیخوام صبر کنم یکم چیزا من میخوام در جو وطنم جوی کار تشکیل شا بگردم برم وطن رنگی من ممکن 10,000 دیگه توجیگم خیلی باشه او چی 10,000 حق نداره اعتراض کنه شما خیالت میبرین برادارا هم خیلی میگن که نخ جیم باشین همه نرمال نیه همه نرمال میبود این برنامه تشکیل نمیشیدن این برنامه را 6,000 آدم نگاه نمیکرد پریمو افیر دا یا که صدها هزار پرسموتر نمیگیریم مشکلی هسته ما با یک زبانی بیاییم با زبانی مادری خودمون نمی کوچگی مهاجری خودمون ما مهاجرا هدف خودمون را پیشکش کنیم که گروه 24 نهضت اسلام دیگر همش بدونن که مهاجرا هم متحدن یک فکر عقیده خودش ندارن یک راهی ما برای هیچ مجبورا نمیگه که عقیده برنامه گروه 24 را قبول کنیم دیگر قبول کنیم